حسام فریاد. حسام فریاد در تهران متولد شد، مانند هزاران هزار جوان دیگر در همین دوران انقلاب به دنیا آمد. 15 ساله بود که مادر او را به ترکیه برد که پدر را ببیند. همراه با پدر 16 سالی کشورهای متعددی از اروپا را طی کرد، سفر کرد، زندگی کرد و غربت نشینی کانادا را مانند ما و دیگران پذیرفت که چند سالی است در تورنتوی کانادا زندگی میکنه. حسام تمام ترانه هاش، بیشتر ترانه هاش از دل برمیاد برای اون مردم، برای اون وطن، برای این دردها و رنجها. چه بهتر که من دیگه سخن نگویم و با خود حسام خوش آمدی گفته باشیم و امشب که مهمان برنامه است در کنارشون هستیم، ببینیم که حسام این سفر آخری که چند ماه طول کشید به یک تور رفته بود از اونجا چه ارمغانی برای ما آورده است. حسام جان خیلی خوشحالم که به برنامه دریچه‌های روبرو آمدید. سپاسگزارم. درود بر شما ای مهیم، همچنین بر همه هممیهنانم در 4 گوشه گیتی که چه از راه تلویزیون 24 ساعته ITC برنامه دریچه‌های روبرو و چه از راه نت نظارگر و یا بیننده برنامه شما هستن. خرسندم که گاه دست داد که بتونیم با یکدیگر گفتگو دوستانه داشته باشیم. حسام جان شما میدونید که روال این برنامه ما یه برنامه فرهنگی هنری هستش. درست. ما با هنر هنرمندان کار داریم. حالا بعد در سوالات بعدی به اون اشاراتی میکنیم. ولی آخرین کار تو که من دیدم، یعنی این تک درخت که جدیدن به بازار دادی، درباره این و درباره توری که شما داشتی اخیراً به اروپا، آیا فقط برای کنسرت ها رفته بودی یا کارهای دیگه هم بود؟ یه توضیح بفرمایید برام. خواهش میکنم. اولا تک درخت در پایان سال 2010 رسما در کنسرتی در همین تورنتو کانادا پرده برداری شد. اکتبر بود. بله، اکتبر سال پیش بود و از اون پس تک درخت گام های نخستین شناساندنش به پیگیران کار من و یا دوستدارانم آغاز شد که خب بعد در ورطه اینت هرچه بیشتر در واقع آشناتر شدن مردم باش و هنوزم که هنوزه ما در سرد این هستیم که ویدیوهایی برای این آلبوم بسازیم و اینکه این آلبوم رو در این پکیج و در این بسته بندی میبینید اینه که 4 اثر در این آلبوم من جای دادم که یک روالی رو باز کنم. پیشترکم در کارنامه من آلبوم به نام مبارزه آمده بود با 4 اثر. بله. چون میدونید که دشواره کار تولید کردن و اینجوری نیست که مثلا ما در یک همیانی رو باز کنیم 30 تراک بریزیم توش و بعد یهویی بدیمش به مردم. ده و نود و نه اینجوری نیستش جان شیرین و هر تراکش ماها کار برده که کار شده روش و خب طرح خلاقش و آفرینندش از جان جوان و گرافیست و همچنین سراینده و یک انسان جوان و آزاده هست به نام رضا میرفخری. بله از اگزلکس دیزاین در واقع در تورنتو کانادا. سروده هایی از خودم هست و دو پیش کسفتم در عالم سرایش های شهریار داد و سراینده که در سوئد زندگی میکنن ازشون به تکرار غم نیما رو شنیده بودیم با صدای آقای داریوش و همچنین آقای رضا پریزکاری سرنده دیگری که در بلژیک هستن و سروده های خودم، همچنین ملودی هایی از من، یک ملودی از نخستین آموزگارم در قوت موسیقی ایرانی که در عمان زندگی میکنن آیه ایرج هیت و همچنین تنظیم هایی از ایشون و ریچارد دوگلو یار غار من و تنظیم کننده و دستیار تنظیم من که در تورنتو زندگی میکنه و این 6-7 ساله بیشتر کارهایی که از من شنیدن. بله. عرض کنم حضور شما که حسام شما مسافرت زیادی کردی، برای گروه های زیادی آواز خوندی، به صحنه رفتی و بعضی از اینها طوری شد که یک مقداری باعث چطور بگم بازدارنده شد در باره کارهات، یک برداشت دیگری شد از یه هنرمندی مثل حسام فریاد که خواننده است، ملودیست، ترانه سراست و جانش برای وطنش فقط میتپه
در این مورد آیا خواهش میکنم؟ نه خب به راستی شما متشکر شدین. مردمان ما چون مردمان خیلی احساسی هستن پس زود قضاوت میکنن راجع به یک سری ورطه ها و یک سری سوژه ها که در اجتماع جاری هست. من هم به دلیل اینکه نخست در سن 18 سالگی کارنامه حرفه ایم با ترانه درد مردم ایران زمین پیوند خورد، موسیقی و ساخته ای از استاد محمد شمس و سرودی از آقای فاروق امیری سرنده که در سوئد هستند به نام نهنگ. بله. پس تعهد انسانی من نسبت به انسان و میهن از اونجا آغاز شد. خب در آغاز این راه به دلیل اینکه تعداد ترانه هایی که میخواندم چندین ترانه عاشقانه چندین ترانه معترض بود برای من اینگونه نبود، ولی هرچی پیشتر رفتیم تعداد ترانه هایی که خواندم که پیشرو اندیشمند و معترض بود پس واجب بر این بود که روی صحنه های حضور پیدا کنم که تریبون فریاد این دردها باشه. این به دنبال تریبون گشتن و این عدم وجود تریبونی برای ترانه معترض، البته برای خوانندگانی که تازه آواز خواندن رو آغاز کردن، نه خوانندگان نامداری که شهرتشون رو با خودشون از بله، بله. به غربت آوردن، همین دلیل باعث شد که من تن بدم روی صحنه گروه های معترض و یا به قولی اپوزیسیونی که در بیرون از ایران هستن برم و آواز بخونم. حالا هر کدومشون یه سری، ولی این واپسینش یه مقدار بیشتر و دلیلش این بودش که خب شوربختانه صداقت و سادگی جان جوان من که دلم همیشه در تپش و کوبمان برای میهن مادری و مردمانش بوده اونگونه به نیرنگ آلوده شد و به تاراج رفت و استفاده تبلیغاتی ازش شد. ولی خب از اون ماجرا بیشتر از 6 سال میگذره و من پس از اون دور چرخشی که زدم رو صحنه های گروه های معترض و یا گروه های سیاسی که شوربختانه اونها ایدئولوژیزه بودن و میخواستن از من یک برداشت ایدئولوژیک بسازن، ولی یک کارورز ترانه همیشه زبان حال حقایق جامعهش هست. دقیقا. نه تعاریف تئوریکی که برای جامعهش لباس نظری میپردازن. دقیقا. به همین روی من هم دیگه از اون دست شستم و همون چند سال فاصله من با مردم رو دیدم داره زیاد میکنه و ترجیحاً از 6 سال اندی پیش دیگه رسماً اعلام کردم تو تمام رسانه‌های شنیداری، نوشتاری و گفتاری که من در واقع نمی‌خوانم روی صحنه‌های گروه‌های معترض و اگر اسم اون حرکت و رفتن روی اون گروه‌ها عدم استقلاله، پس من ترجیح میدم که مستقلانه به باقی کارنامه خودم بپردازم و از ترانه درد مردم ایران زمین بخونم، همانا که این ترانه درد مردم ایران زمین البته برخی از آثار من هم در وادی عشق، عشق افلاطونی و بوده که دوستداران همه میگن. کاملا توضیح بسیار جالبی دادید، من انتظار داشتم که اینو بشنوم از شما. ولی توجه که بکنید میبینید اسام جون در تمام دوران بین تمام هنرمندان، شاعران زیادی، موزیسین های زیادی، خواننده های زیادی، نویسنده های زیادی از گذشته نه چندان دور، از 50-60 سال، از 60-70 سال گذشته به این وقت. میبینید که همیشه اون هنرمندی که وارد صحنه میشد تریبونی میخواست که صدای خودشو به گوشه بقیه برسونه. و معمولا اون طبقات این میکروفون های قوی رو داشتن و خیلی تبلیغات میکردن، ولی در آخر به نحو به استفاده کار خودشون تبلیغات برداشت میکردن. ما اگر شاعران نامدارمون رو ببینیم که در قله ایستادن در این دوران طلایی به این ور، ببینیم که تمام اینا در جوانی یک همچین لغزشی براشون شد. بله بله درست. ولی دیدم نه، این یه اشتباه بوده، برای اینکه مردمن که اینها رو بر بالا میشونن، نه اون ایدئولوژی ها، نه اون تبلیغات. درست. تا اینکه دیدیم به محضی که شعر اینا مردمی شد، در دل مردم جای گرفتن، همین کاری که شما الان داری میکنی هیچ چیزی نیست، چیزی را دست ندادی، تجربه نیاز ما هست، نیاز هنرمند جوان است که شما تازه زایده و تولید همین انقلابی بزرگ شده همونجا، منتها با یک کوله بار بسیار بسیار پر و درخشنده در راه هنر، حالا دیگه باید بیای یک مقداری هم شادخونی بکنی. درست. اون درد هست حتما میگی و در کنارش شاد که البته همون جوری که زنده یاد جاله اصفهانی گفتن در سرودهاشون، بانویی که افتخار همکاری باشون رو داشتم
در زمانی که زنده بودن و شاد بودن هنر از شاد کردن هنری بالاتر. بله و من هم بر این گفته نیستم و با این گفته هستم، در کارنامه من هم آثاری هست ولی با رعایت چارچوب الفابتی که ملودی سازی و سرایندگی، یک اثر باید یک داستانی رو روایت کنه، از جایی آغاز بشه به جایی برسه و نتیجه گیری کنه. یک اثر عاشقانه هم همینجوره، مثل اینکه یک پیرنگی در داستانی وجود داره که اون پیرنگ باید به ورطه دیولوپمان و یا ظهور برسه و یا بهگونه بشه و به یک نتیجه گیری و پایانه زیبایی برسه. در کارهای عاشقانه من هم شما به همین میرسید، من هم کارهای شاد در کارنامه‌ام دارم، همیشه هم میهنان دیدن. اتفاقا تو این توری که چند ماه من نبودم در کانادا، خب هم کارهای ضبط یه آلبومی رو میکردم با کمپانی نیماد میوزیک پابلیشینگ، آقای نیماد آموزگار سوم من در دیار غربت، قبل از تک درخت ما یه آلبومی رو آغاز کردیم به نام نفس نوش که نیمه کار ماند، چه ویدیوهاش چه آثارش، سروده ها هم از خودم هست با موسیقی ها و تنظیم های استاد نیماد. و من در طی این تور چند کنسرته که از نوروز ایرانی آغاز شد در اروپا بودم، اتفاقا کارهای شاد و کارهایی که برای پایکوبی و شادمانی هم بود در کارنامه من بود. ولی دارم باز هم میگم با درک این مسئله الفابتی که دو تا چهار تا مساوی است یا یک به علاوه یک ضرب در دو، یعنی یک چهارچوبی باید داشته باشه تا اینکه کار روایت بشه، نه به هر یاوه‌گویی، نه به هر ژاژه پردازی از نظر ادبی، یک هر کاری باید یک درومایه و یک پیامی برسونه. دقیقاً، اگر محتوا و مضمون نداشته باشه در جایی نمیاد، بر دلی نمیشه. ولی خب اصولا یک هنرمند تحت تاثیر اوضاع اطرافش، مملکتش، مردمش، چه در بیرون چه در داخل قرار میگیره و اون حس، اون فشار بهش میاره که اون نوع بخونه، اون نوع بنویسه، اون نوع بگه. و شما هم الان با این سن، با این 16 سالی که در بیرون داری کار میکنین و من میدونم که از بسیار نوجوانی عاشق این کار بودی و زمزه هایی کردی، تعلیماتی دیدی، آمدی و کارنامه خیلی خوبی داری و هنرمندی که برای همه مردم میخونه، جاش واقعا بالاست و میبینیم سپاس. که این سپاس. و شما در این راه هستی، برای اینکه الانم راه طولانی داری که داری میری ولی خیلی خوب میری با شتاب و امیدواریم کارهای خیلی بهترتون ببینیم سپاس. و غیر از اینها الان شما این چند ماهی که بیرون بودیم فقط کنسرت نبود؟ نه، چند کنسرت و چند برنامه خصوصی بود در اروپا، در بلژیک، آلمان و همچنین سوئیس. بعد از اون به آلمان رفتم و ضبط یک سری آثار و پیش ضمن یک سری آثار، چه با نخستین آموزگارم ایرج هیت، چون اینها هر دو در هامبورگ هستن، چه آقای نیماد موسیقیدان دیگر که در اینا آموزگار اول و سوم من هستن، در میان اینها من افتخار شاگردی در مدتی چند ساله رو داشتم با استاد محمد شمس و این سه آموزگارهای من هستند در زمینه خواندن، موسیقی ساختن، سازشناسی و و و و. یعنی من میتونیم بگیم که شما مسلط هنریتون رو تشکیل دادید تقریبا. خب اینها آخه فقط راهنمایان من بودن، ولی خب من با دو تاشون الان به صورت مستمر هنوز کار میکنم، آموزگار اولم و سومم. ولی مثلث هنری من اینگونه اینجا شکل میگیره که سروده هایی که از میهن میرسه برای من و یا رایندگانی که در غربت هستن کارشون رو در قرار میدن، بله درستی، کارها رو میفرستن و بعد من روش ملودی سازی رو میکنم و با ریچارد دیوگلو به ورطه تنظیم میرسونیم. چنانچه ایرج هیت نازنین بخواد که همکاری بکنه در این مثلث، ایشون میشه در واقع یک سلسله دیگه مثلث، یک سوم دیگر مثلث. چنانچه ایشون نکنه ریچارد دیوگلو همیشه جورکش آقای نیواد. یعنی ملودی رو شما میگی؟ بله، من ملودی رو روی سروده ها میسازم، یا سروده های خودم، یا سروده های پیشکسوتانم در غربت، و یا سروده های جانهای جوانی که از ایران هر روزه دست کم در روز بین 8 تا 10 سروده برای من میاد از این خیلی خوبه که شهرهای متفاوت با جوانهای درون. خیلی خیلی به صورت نزدیک. من درست 16 سال از ما میهن به دورم، ولی هماره جان و روان خودم رو در اون سرزمین جا گذاشتم. تمام صداهات، شعرات، ملودیات اینو نشون میده. آری و خب این رو کارش نمیشه کرد، یعنی این با من بوده. حتی من به زودی به 31 سالگی میرسم و عمر غربت هم
توامان با این 31 سالگی 16 ساله میشه، همونجوری که شما در واقع داشتی تلنگری میزدید به زندگی نامه من. من در سن 15 سالگی به همراه مادر به ترکیه آمدیم که به پدر بپیوندیم. شوربختانه مادر نتوانست به ایران برگشت، ولی من به بلژیک آمدم و به پدر پیوستم. پس از 3 سال مادر پیوست. من بیشتر رئال کار میکنم، سورئال هم کار میکنم، ولی در زمینه سرایش، ولی رئال کار میکنم. مثلا کار خونه چقدر قشنگه با بودن تو مادر، در کارنامه من زندگی خود منه که در دوری از مادر نوشتم و روایت میکنم. به هر حال امید که تا اینجا به دل همیانان نشسته باشی. تو این 12 سال کار حرفه‌ای در غربت، 4 سال کار آماتور در غربت، و پیش از اونم از سن 5 سالگی حدود 10 سال کار آماتور. چون من 5 سالگی میخواندم. در حال هنر در خونه، در خانواده و خونش رو با جوش میزنه. به همین دلیل هست که در این سن الان در این جایگاه داری به سرعت به طرف بالا میری و امیدواریم که تمام مردم که البته به صدات گوش میکنن، به ملودیات گوش میکنن، به پیام مضمون ترانهات گوش میکنن، اینها شما را حتما پاس خواهند داشت. بله. چون که یک هنرمند مردمی همیشه در قلب مردم میشینه، ولی یک کسی میخواد در یک محدوده بره، در همون محدوده راه میره، ولی شما خوشبختانه باز و با تمام مردم ایران فارسی زبانان به طور کل داری صحبت میکنه. بله. چه برادران یا هموطنان افغانمون، چه آذربایجانی ها، چه تاجیک ها، و این همه در پاکستان هم حتی متعدد زیاد داریم. فارسی زبان بسیار فارسی. حالا برنامه هم داری جایی به زودی غیر از این سیدی جدید که میاد؟ ما در صدد این هستیم که چون کارهای ما سلف پروداکشنه، و سلف پروداکشن یعنی این که همون استقلاله که گفتم. بله. مردم گفتم که دارم بهش بها میدم که بله، و خیلی از دوستان همدوره من دوست دارم که بها بده. من حتی مثلا در پخش آلبوم هم با لیبل ها کار میکردم، ولی بعد مایوس شدم و ترجیح دادم خودم تولید کنم، تعدادی کمتر ولی در کنسرت های خودم به دست مردم برسه، یا روی آیتونز و یا سانکست، سایت های متفاوت خارجی کارها به دست مردم برسه، مردم ترک خریداری بکنم، و یا اینکه از طریق تارنمای خودم. کنسرتی رو داریم، خیلی برنامه های اولیهش رو می‌ریزیم، چون برای کنسرت سال پیش ما 6 ماه برنامه‌ریزی کردیم. حتما کار. یک کنسرت مثلا یک اتفاق و رویداد یک شبه نیست. دقیقا. هزار و یک چیز درش درگیره. این هم داره برنامه‌ریزی میشه. امیدوارم حالا در یک مقیاس سالن کوچیک‌تر، ولی به هر حال دوستداران احسان فریاد که بر جمعشون افسوده میشه، همیشه پیگیر این روایت میشن، چون زندگی هنوز باقیه و من هم یک قطره‌ام هنوز رو سوی اقیانوس. بله، حتما در این اقیانوس هم خواهی رسید. از اونیست که تلاش میکنی و هدف داری و همیشه مسائل مردم رو در نظر میگیری، برای اینکه خودت همون مردم هستی، برای اینکه در وجود خودت هست، با اونا پیوسته هستی، و امیدواریم که اون کنسرت رو هم ما ببینیم که حتما موفق خواهد بود. من فکر میکنم اسم جان طی روال برنامه‌ای که من دارم، این دوربین در اختیار شماست. اگر حرفی، صحبتی، چیزی با بیننده های برنامه دریچه دارید و اونایی که میبیننت دارید، در اختیار شماست. خیلی خرسند شدم از این که باز هم در شهر تورنتو که چهارمین شهر غربت من هست، در کنار جان نازنینی به نام آقای امیر مهین و از دریچه برنامه‌ای به نام دریچه های روبرو، از شبکه‌ای به نام ITC، دوباره تونستم که دلگویه های خودم رو با هم میهنانم بگم. بدونید که همیشه بهتون میاندیشم و در راستای هنری که بایسته و شایسته شان و ارج ایران و ایرانی هست گام بر میدارم، برای اینکه پس از رفتنم از این جهان چیز خوبی رو برای شما و شناسه های فرهنگ ایرانی به یادگار بگذارم. امید که شما دوست داشته باشید. حالا خیلی زمان مونده که ما کارهای بیشتر و بهتر و بهتر و بهتر تو ببینیم و این مردم بدونید چقدر هنر و هنرمند رو واقعا میدونن. ایرانی ها خیلی قدر شناسن و وقت میبینن هنرمندشون حرف دلشون رو میزنه و با اونهاست، اونها همراهن. امیدواریم که سیدی های شما رو هم کپی نکنن و تا شما بتونید با این همه زحمت این کارها رو میکنید، حد اقل دیگه فشار بیشتری بهتون تر نشه. و از اینکه به برنامه دریچه های روبرو آمدی حساب عزیزم، بسیار متشکرم و خوشحالم کردی. از شما و یارانتونم سپاسگزارم آقای مهین.
روز شما خوش. بدرود. سپاسگزارم.